با نزدیک شدن اول مهر و با فرارسیدن بازگشایی مدارس، برنامه بعدی رو اختصاص دادیم به گزارشی درباره راه اندازی ارگان‌های سرکوب که در سال تحصیلی جدید در مدارس تشکیل شده. توجه شما رو به این گزارش جلب می‌کنم. یکی از ارگان‌های کلیدی برای پیشبرد مقاصد ارتجاعی و سرکوبگرانه زنان، وزارت آموزش و پرورش می‌باشد. ارگانی با بیش از 12 میلیون دانش آموز و بیش از 1 میلیون معلم و کارمند که بیش از 50% آنان را زنان تشکیل می‌دهند. طی 30 سال گذشته مدارس از یک سو به اهرم فشار و سرکوب و سوی دیگر به یکی از منابع اخاذی از دانش آموزان و خانواده ها تبدیل شده است. با این حال خامنه ای 15 اردیبهشت ماه سال جاری در دیدار با جمعی از معلمان بسیجی گفت: برنامه تحول بنیادین در آموزش و پرورش یک کار اساسی است که باید حتما انجام شود. نماینده خامنه ای در مشهد علت این تحول بنیادین مورد نظر خامنه ای را فاش کرد. وی گفت: دشمنان ما به دنبال راهی برای نفوذ به مدارس و دبیرستان‌ها هستند تا از آنها به عنوان پایگاهی برای رسیدن به اهدافشان استفاده کنند. آخوند علم‌الهدا بی‌حجابی را معضل و دشمنی با رژیم خواند و برای تحمیل حجاب اجباری به دختران خواست که حجاب تحمیلی به عنوان امتیاز و نمره برای دانش آموزان در نظر گرفته شود. او در حالی که خشم و کین خود را نسبت به دختران دانشجو بیرون می‌ریخت گفت: دانشگاه و حوزه تنها محل تربیت دانشجو و طلبه است، اما آموزش پرورش جای تعلیم و تربیت است. اگر حجاب به عنوان یک امتیاز در مقاطع پایین تحصیل قرار گیرد، دیگر در مراحل بالای تحصیل با مشکل بی حجابی روبرو نخواهیم شد. یک ماه بعد از اظهارات خامنه‌ای، وزارت آموزش و پرورش رژیم یکی از مهمترین دغدغه‌های خود را اسلامی تر کردن فضای آموزشی کشور خواند و علت این امر را ناموفق بودن تلاش دولت‌های قبلی در 30 سال گذشته ذکر کرد. سخنانی که به تفسیر مفصل رادیوی دویشه وله آلمان می‌تواند به معنای اعتراف به ناکامی سیاست‌های فرهنگی حکومت جمهوری اسلامی تعبیر شود. آخوند محمدیان، یکی از معاونین آموزش و پرورش طرح و نقشه های ارتجاعی، جبران شکست 30 ساله را اینطور باز می شمارد: تغییر در محتوای کتاب های درسی و تفکیک آنها بر اساس جنسیت دانش آموزان، وارد کردن طرح عفاف و حجاب در کتاب های درسی، تشکیل ستاد عفاف و حجاب در وزارتخانه آموزش و پرورش در تهران و استان ها، تشکیل ستاد همکاری حوزه و آموزش و پرورش، استفاده گسترده از حوزه‌های علمیه و طلبه‌ها، اسلامی کردن مهد کودک‌ها با بستن قرارداد با 7 مؤسسه قرآنی برای آموزش کودکان، تشکیل ارگان سرکوبی به